سلام خدمت دوستای پنج پاسیلی. امروز اومدیم به خونه هاتون با آموزش بسته‌بندی کردن غذای بچه‌ها. من این کار رو هر ماه یک بار برای نبود انجام میدم، بسته‌بندی می‌کنم، آماده می‌ذارم داخل فریزر که هم تو مواقعی که خیلی کار دارم و گرفتارم راحت بتونم براش غذاش آماده کنم. من این کار هم پیش میاد خب تو خونه هویج نیست، لوبیا سبز نیست، کدو نیست، هیچ کدومش کلا نیستش. این کار باعث میشه که همش آماده باشه، خیالم از این بابت راحت باشه. البته این روش رو خودم یک ماه دارم انجام میدم به خاطر اینکه قبلا این روش رو حقیقتا نمیدونستم. البته خوبم اومد کوکو جون روش یاد گرفتم که خیلی هم دعاش میکنم دیگه، خیلی روش خوبیه. بخصوص برای اینکه شاغل هستن، سر کار میرن و خیلی سخته براشون بخوان تایم بذارن برای بچه‌شون غذای تر آماده کنن، حریف چیز بکنن، نمیدونم هر روز کدو لوبیا سبز و اینا. برای همین خواستم این روش رو با شما به اشتراک بذارم، بریم با هم دیگه آموزشش رو ببینیم. البته خب چیز پختنی نیستش، فقط یک روش خیلی خیلی ساده است که فکر میکنم کاربردی هم در این حالت ساده هستش. بریم با هم دیگه ببینیم. من از دل بوقلمون یا حالا دل گوسفند استفاده میکنم. این برای دور زدن نبات هستش، خیلی خوب نیستش که حالا دل رود و اینا رو استفاده کردن. برنج قهوه‌ای، هویج، کدو سبز، لوبیا سبز و حالا گوشت بوقلمون یا مرغ یا هر پروتئین دیگه که کوچولوتون استفاده میکنید. خب ترازومون رو روشنش میکنید. من از 50 گرم پروتئین استفاده میکنم، دو تیکه کدو میذارم، اینا رو دیگه من حفظ شدم، لوبیا سبز بچه‌ها رو بخواد و هویج. این میشه بسته‌بندی غذای نبات توی وعده که کلا 94 گرم با سبزیجات کلا نصف قاشق غذاخوری هم همیشه برنج قهوه‌ای استفاده میکنم که الان شد با سبزیجات رو برنج کلا 100 گرم برای یک وعده. خب بچه‌ها من بسته‌بندی ها رو انجام دادم، حالا میتونید از نزدیک بیایید ببینید. به این شکل بسته‌بندی کردم. اگه یکی کیسه فریزر رو گره زدم و دوتایی کردم، این به خاطر این نیست که آدم خسیسی هستم، این به خاطر اینه که خواستم صرفه‌جویی بشه توی مصرف حالا پلاستیک و اینکه حالا به محیط زیست کمتر آسیب برسونه، رو این حساب بودش. این الان بسته‌بندی های غذای نبات به مدت یک ماهشه و اینکه حالا شاید گاه هم من پیش بریم ما بین یه غذای کبابی چیزی هم بهش بدم که حالا خیلی دلشو نزنه و براش تکراری نشه. امیدوارم که شما هم این روش رو امتحان کنید، خیلی روش خوبیه، اصلا دورریز نداره و بچه‌ها بعد این مدت عادت میکنن و اون هیله‌ای هم که من میزنم و یه تیکه دل میذارم توش، اون خیلی خوب کار خودش رو انجام داده برای من تو این دو ماه و نبات کاملا تازه هم سبزیجاتش رو هم مرغ و برنج و همه چیش رو خورده. مرسی که با ما بودید، امیدوارم که این پست براتون مفید بوده باشه. لایک و سیو و شیر یادتون نره. قربون شما، خدا حافظ. نباتم که خوابه.